سلام شریفی هستم از هر ما این صحبت ها رو به منزله تایید اظهارات مقامات آمریکایی و همراهی اونها با هر گونه اقدام غیر عادلانه مقامات آمریکایی نمیدونیم، هرچند که بارها اعلام کردیم اصل تحریم و رفتن به سوی قطعنامه کاری غیر منطقی و غیر عادلانه است. تأثیری در اراده ملت ما برای دسترسی به حقوق خودش نداره و نخواهد داشت و هر کسی به هر میزانی که در این مسیر قدم برداره خودش رو از منافعی که در رابطه با جمهوری اسلامی ایران میتونه داشته باشه محروم خواهد کرد. ما فکر میکنیم برخی از مقامات کشورهای غربی برای اینکه تصور باطلی را ایجاد بکنن، خطر غیر واقعی رو القا بکنن و ذهنها رو از خطر اصلی که وجود همین سلاح‌ها در دست اونهاست منحرف بکنن، اقدام به این اجلاس‌ها و نشست‌ها میکنن. از طریق نمایندگیمون در سازمان ملل و از طریق دستگاه سیاست خارجی در تهران داریم موضوع رو دنبال میکنیم. اینها باید به عنوان سند در سازمان ملل ثبت بشه تا نشون دهنده این باشه که کشورهایی مثل آمریکا یا فرانسه یا برخی کشورهای هسته‌ای دیگر چگونه به داشتن سلاح‌های هسته‌ای و امکان به کارگیری اون علیه ملت‌ها که نماد واضح تروریسم دولتیه افتخار می‌کنه. چی درباره هر اقدام نظامی ایران کشورهایی که مدعی مبارزه با تروریسم هستند و با این ادعا وارد منطقه شدند و ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی را دامن زدند، در پشت ادعاهای مربوط به مقابله با تروریسم چگونه در ایجاد و تقویت گروهک‌های تروریستی و جنایتکار تلاش می‌کنند.